27 روز شهریور ماه برابر با 18 سپتامبر سال 1088 خورشیدی برابر با 1709 میلادی، زادروز ساموئل جانسون، منتقد و نویسنده انگلیسی معروف به دکتر جانسون که در لیچفیلد انگلستان به دنیا آمد و پایه آموزشیش در کتاب فروشی پدرش گذارده شد و پس از اتمام تحصیلات در زادگاهش به آکسفورد رفت، اما به سبب فقر و نیاز مالی دنباله تحصیل را رها کرد و به وسیله نشر مقاله‌های آموزشی و ریاست مدرسه خصوصی امرار معاش نمود. وی پس از چندی به لندن رفت و در طی کوششی 7 ساله فرهنگ زبان انگلیسی را در 2 جلد منتشر نمود. این اثر نفوذ عمیقی به دست آورد و مبنای تحقیق تاریخی زبان انگلیسی قرار گرفت. فرهنگ زبان انگلیسی فرهنگ نامه‌ای بود برای پیرایش و جداسازی زبان انگلیسی از اصطلاحات بیگانه و منزه ساختن آن از نظر صرف و نحو زبان. جانسون ضمن این کار منظومه طولانی بیهودگی امیال انسان که آمیخته با بدبینی مداوم شاعر بود را به چاپ رسانید. سال 1307 خورشیدی برابر با 1928 میلادی، به تصویر در آمدن اولین فیلم کارتونی و ایجاد پدیده نوین هنر هفتم، دیزنی با ارائه اولین فیلم کارتونی با نام میکی موس خود را به تمام جهانیان معرفی نمود. اصلی ترین محصولات والت دیزنی مشتمل بر فیلم های انیمیشن و شخصیت های کارتونی و نیز دنیای والت دیزنی یا همان دیزنی لند بود که تصویر روشن و واضحی را از فرهنگ قرن 20 برای ما مشخص می سازد. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، در گذشت شاعر معاصر محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار که در خانواده اهل ادب در تبریز به دنیا آمد. ایام کودکی او با جنبش آزادی خواهان مشروطه به رهبری ستارخان و باقرخان همراه بود. وی در کودکی با قرآن و دیوان حافظ آشنا شد و پس از تحصیل مقدمات حوزوی به تهران رفت و وارد مدرسه دارالفنون گردید. شهریار سپس وارد مدرسه طب شد، ولی در پی یک جریان عاطفی و پس از 5 سال تحصیل بدون اخذ مدرک دکترا تهران و دانشکده را ترک گفت و در خراسان وارد خدمت دولتی گردید. او در نیشابور به دیدار کمال الملک نقاش مشهور رفت و شعری درباره وی سرود. شهریار از آن پس مدتی در تهران سکونت داشت و سپس به تبریز رفت. وی به عنوان یکی از مشهورترین غزلسرایان معاصر معروف و خاص و عام گردید. او غزلهای دلنشین بسیاری سروده که یادگار نخستین عشق آتشین اوست. عشق عرفانی نیز در اشعار شهریار مقام والایی دارد و بر بیشتر شعرهای او سایه افکنده است. کلیات اشعار شهریار متجاوز از 15,000 بیت از قصیده و غزل و مثنوی و قطعه است که در 3 مجلد به چاپ رسیده است. بسیاری از خاطرات تلخ و شیرین از دوره‌های گوناگون زندگی در اشعار شهریار منعکس است و با خواندن آنها میتوان گوشه‌های از زندگی شاعر را از نظر گذراند. او به تجدد و نوآوری در شعر گرایشی محسوس داشت و اشعاری که برای نیما یوشیج و به یاد او سروده حکایت از این موضوع دارد.